آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن که با شما و مهمانان عزیزی که دعوت میکنم مطالب روز رو به خدمتتون ارائه بدم. از مهندس فردا در اتاق فرمان تشکر میکنم که منو راهنمایی میکنن، همکاری میکنن که تصویر و صدای خوبی رو برای شما ارائه بدم. امروز مطالب زیادی رو داریم و دو تا از فرهیختگان ایرانی که همیشه احتمال بسیار زیاد در رسانه‌های مختلف دیدین مهمان ما هستند و بدون اینکه فرصتی رو از دست بدم به سالن میرم و خدمتشون سلام میکنم. دکتر خانم روستایی اولین بار هستن که تشریف دارن اینجا، من افتخار دارم که در خدمتشون باشم. خانم روستایی روزنامه‌نگار هستن و تحلیلگر سیاسی. خانم روستایی در از سوئد هستند، محل اقامتشون سوئد هست و خانم روستایی رو مرتب شما در رسانه‌های مختلف ایرانی حتما دیدین. خدمتشون سلام میکنم، درود میگم و خوش آمد میگم. من هم به شما سلام میکنم و همچنین به بینندگان تلویزیون ایرانیان کانادا. من هر موقع که یاد کانادا میفتم یا با یک جای در کانادا صحبت میکنم نمیتوانم بگویم که یاد حامد اسماعیلیون نمیفتم. نمیتونم بگم که هر موقع که پستی از ایشون میبینم واقعا قلبم سرشار از درد میشه بابت اتفاقی که برایش میفتاد، برای اون دختر نازنینی که داشتن، برای اون عشق نازنینی داشتن که به دلیل مدیریت فاجعه بار جمهوری اسلامی دچار چنین اتفاقات و حوادث ناگواری شدند. سپاسگزارم که یادآوری کردین راجع به آقای اسماعیلیون. دکتر کنگلو درود بر شما، چهره شناخته شده ای هستین برای کانادایی ها، اگرچه شما رو در رسانه های مختلف همچون خانم روستایی همه میشناسند و میبینند. به شما درود میگم، سلام میکنم و خوش آمد بهتون میگم. درود بر شما جناب افشین جان، درود بر خانم روستایی عزیز و بینندگان فرهیخته شما. جناب کنگلو، من پرسش از شما شروع میکنم. موضوع مذاکرات برجام که در قطر بود یا در دوحه بود الان موضوع روس هست، به علاوه اینکه این موضوع به نتیجه نرسیده و در حقیقت به نظر میرسه که شکست خورده. صحبت های مختلفی از جهات مختلف، از اروپا، از آمریکا، از خود ایران به گوش ما میرسه. میخواستم که از شما این سوال بکنم که البته همین سوالم از خانم روستایی خواهم کرد با چند پیشوند و پسوند، علت شکست شما چی میبینید و اصلا این برنامه برجام که در قطر بوده چجوری انالیز میکنید جناب کنگلو؟ بله، سخنگوی وزارت خارجه امریکا امروز گفت ما نمیدونیم ایرانی ها برای چی اومده بودن قطر، برای اینکه نه تنها این پکیج جدیدی رو که امریکا بهشون ارائه داده در مورد این صحبت نکردن، بلکه یه سری از مسائلی که توی وین حل شده بود رو اینا دوباره مطرح کردن. ببینیم واقعا توی جمهوری اسلامی سگ صاحبش رو نمیشناسه، یعنی اینا فکر نمیکنن که 20 سال دارن مذاکره میکنن. مذاکره به هر صورت اگه زمان در مذاکره اهمیتی داشته باشه،
باید مسائل قبلی توی مذاکرات بعدی کاملا در نظر گرفته شده باشه. شما که هر بار که مذاکره میکنین که از صفر شروع نمیکنین که، تمام حرفایی که در گذشته شده، موافقت هایی که گفته شده و انجام شده باید لحاظ بشه در مذاکرات بعدی. به هر صورت این نشون دهنده آشفتگی فکری جمهوری اسلامی و عدم قابلیت انطباقش با دنیای مدرن هست. یک گروهی از اروپا و امریکا میرن سر میز مذاکره میشینن، این طرف مذاکره شما یه عده آدمای کت شلوار پوش و خانم های لباس های مختلف پوش میبینین، اون طرف میز مذاکره هم یه عده آدمای کت شلوار پوش میبینین. بعد مردم دنیا فکر میکنن اینوریای میز و اونوریای میز از یه جنسن، البته اینوریای میز هم فکر میکنن اونوریای میز از جنس اینا هستن، ولی هم دنیا باید بدونه، هم طرفین مذاکره جمهوری اسلامی باید بدونن که اینا یه موجود آدمخوارن، یه عده آدمی هستن که لباس مردم متمدن دنیا رو می‌پوشن، میان سر میز مذاکرات میشنن، ولی یک سودای دیگه‌ای دارن، از یک عواقب و عوالم دیگه‌ای میان. اینا فکر میکنن که امپراتوری شیعه به وسیله مثلا تکنولوژی بمب اتم که تقریبا مال 100 سال پیشه و دیگه هیچ کشوری به دنبال ساختن بمب اتم نیست، میتونه اینا را از این فضاعت و فجاعت نجاتشون بده. هیچ کسی، حتی خدای اونها هم نمیتونه اینا را نجاتشون بده. چرا؟ چون اینها به خاطر اون ایدئولوژی که بهش به اون به دنیا نگاه میکنن، یعنی به خاطر اون کشتی که سوارن، این کشتی که اینا سوارن تهش یه سوراخ خیلی بزرگه، اون سوراخ بزرگ عدم قابلیت انطباق تفکر اینا با دنیای مدرنه. بنابراین مذاکره بکنن، مذاکره نکنن، برجام یک رو امضا کنن، برجام دو رو امضا کنن، این حکومت مختوم به نابودیه. تفاوت بین مذاکره کردن و مذاکره نکردن، تفاوت بین به موافقت رسیدن و به موافقت نرسیدن، نحوه پایان عمر جمهوری اسلامیه، نه آیا پایانی خواهد داشت یا نه. جمهوری اسلامی قابلیت اینی که بتونه از این همه منبع سرشاری که اون کشور داره، منابع زیرزمینی، منابع انسانی، موقعیت استراتژیکی و از همه اینا مهمتر، از همه اینا مهمتر این شرایط تاریخی که ناگهان از آسمان به دامن ایرانیان افتاده، یعنی حمله نابخردانه پوتین به اوکراین که باعث شد، البته محاسبات پوتین هم یه جوری از سر همون محاسبات آقای خامنه ایه که فکر میکرد که اگر به اوکراین حمله کنه، چون اوکراین عضو ناتو نیست، ناتویی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آنچنان بهش صفر نمیگیرن، آنچنان بهش سخت نمیگیرن و همون جوری که کریمیه رو بالا کشید و همون جوری که آبخازی‌ها و آسیای جنوبی رو از کشور گرجستان بالا کشید و ناتویی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هیچی بهش نگفتن، یکی هم همینطوری خواهد بود. نمیدونست که این یکی، این توبه میری از اون توبه میری های قبلی نیست و آمریکا و اروپا پاشون رو به سختی زمین گذاشتن در مقابل پوتین و کاری کردن که پوتین الان با یک تضاد و یک بحران موجودیتی مواجه شده. من نمیدونم شما امروز مصاحبه مطبوعاتی، کنفرانس مطبوعاتی جوزف بایدن رئیس جمهور آمریکا رو از مادرید دیدید یا ندیدید. اگر ندیدید حتما به شما توصیه میکنم ببینید، برای اینکه در اون سیاست‌های جدیدی رو برای ناتو اعلام کرد که اگر صحبت شد من یادداشت‌های از رؤوس مطالبی که گفت رو به فارسی نوشتم که می‌دونستم تو برنامه شما میاد بهشون اشاره کنم خاطر اهمیت بسیار بالایی که دارن. و این مسئله یک مسئله است که هم محاسبات پوتین رو به هم ریخت و هم محاسبات آقای خامنه‌ای. البته آقای خامنه‌ای محاسباتی نداره، اون چیزی که اون دریچه‌ای که به دنیای خارج داره بهش میگن واقعا توهمه، محاسبه نیست و بر اساس همین توهمه، یعنی خود بزرگ انگاری هست که در این مذاکرات هنوز نتونسته بفهمه چه شرایط خارق العاده تاریخی برای ایران ایجاد شده که تبدیل بشه به تأمین کننده منحصر به فرد، یا اگرم نه منحصر به فرد، یکی از عمده ترین تأمین کنندگان انرژی اروپا تبدیل بشه که برای کشور ما یک شرایط فوق العاده تاریخیه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر گشایش به جهان خارج میتونه واقعا ما رو یک قرن به جلو ببره. منتها جمهوری اسلامی به منافع ملی ما که فکر نمیکنه که بتونه از این شرایط تاریخی استفاده کنه و به همین خاطره که این مذاکره هم شکست میخوره، چه قرارداد امضا بشه چه نشه. بله جناب کنگل، خوشحال میشیم که اون یادداشتایی که برداشتین از اون کنفرانس
برای بینندگان ما بگین، چون حتما هم که انگلیسی بوده یا زیرنویس نداشته یا هرچی، به درد همه به نظر من میخوره. خانم روستایی گرامی، از همون زمانی که گفتن که دو مرتبه مذاکره اتاقهای مختلف پیغام میبرن پسخام میارن، من گفتم باز هم این به جای نخواهد رسید، برای اینکه وقتی که شما اسنشال اصل یک مذاکره این که شما رو برو هم بشینید صحبت بکنید، چشم در چشم باشه، بتونید مطالب رو رفع و فتح بکنید، ولی وقتی که اینطور میشه یعنی واقعا یک بچه بازیه. من نمیدونم، حالا شما میتونید مطرح بکنید، در هیچ مذاکره شما دیدین که در تاریخ اینطوری باشه که یکی در یه اتاقی بشینه و بعد دیگری جای دیگه؟ و پرسش از شما همین هست که چرا این شکست خورد؟ آیا اون فرمولی که جمهوری اسلامی فکر میکرد به خاطر انتخابات نوامبر آمریکا، به خاطر نفت و گازی که اروپا نیاز داره یا هر چیز دیگه، گفتن ما این میان میشینیم همونا رو تکرار میکنیم چون اونا نیاز دارن، پس بنابراین احتمالا قبول میکنن؟ نظر شما چیه خانم روستایی؟ خواهش میکنم. حدود یک سال و نیم پیش من یک لایو اینستاگرامی داشتم که حدود 1,000,000 بیننده داشت. خب 1,000,000 خیلی بیننده قابل توجهه. من این بحث مذاکرات هسته‌ای و آنچه که در اطرافش رخ داده و هیستوریش و تاریخش رو مطرح کردم و در اونجا گفتم که به دلایل مختلف و برابر توضیحاتی که من دادم، این پروژه و این مذاکرات نمیتواند به نتیجه برسد. شما از هر طرف شما وارد این مذاکرات باشید، این پروژه، این بحث برجام مسائل و مشکلاتی داره که با بحران‌های مواجه پیش که باز هم به گنبست برمیخوره و شکست میخوره. خیلی عجیب نبود که این دوره مذاکرات کوتاه و بسیار مختصر و مفید قطر هم شکست بخوره. البته از اون تیم مذاکره کننده، یعنی اون تیم جامعت و صادقی، شما باید در ایران باشید، در دانشگاه قبول شده باشید، شما باید مثل من 1,000 تا ترفند و دوز کلک سوار کرده باشید تا بتوانید وارد دانشگاه بشید و بعد شما رو بخوان از دانشگاه اخراج کنند، بعد مقایسه کنید با این سهمیه هایی که وارد جامعت و صادق میشن. وقتی هم که درسشون تمام میشه حتما یه پستی در وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و جاهای مختلف دارن. شما باید بدونید که اینهایی که مذاکره میکنن جامعت و صادقی ها چه کسانی هستن و به این نتیجه برسید که از این مجموعه در واقع دیپلمات های فیک یک تصمیم گیری دیپلماتیک بسیار مهم که بتواند آینده کشور رو تحت تاثیر قرار بده چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما آقای کنگرلو از یک لغتی استفاده کردن که من به نظر میسید لغتش لغت خوبی نیست، ولی مجبورم من هم همون لغت رو استفاده کنم. گفتن که در ایران سگ صاحبش رو نمیشناسه. این لغت، این عبارت خوب نیست، ولی این واقعیت همینه. شما یک اقتشاش و یک کیاسی در اونجا میبینید که دفتر خامنه‌ای، سپاه، اون جناحی که وابسته به روسیه است، اون جناحی که وابسته به چینه، مافیایی که چندین سر داره، همه اینها واقعا همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن و اینا سینوسی قدرتشون و روابطشون دچار فراز و فروده. در این مقطع حالا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقهای متعدد میتواند بیفته، اما به دلیل فانکشن بازیگران متعدد این مجموعه نمیتواند به یک نظر نهایی برسه. مضافا بر این که الان که اوضاع اقتصادی، سیاسی، همه اینها هم به هم ریخته و در واقع تقریبا سقوط عینیه، وقتی که فرمانده سپاه میاد میگه که کمک کنیم اعتبار جمهوری اسلامی آسیب نبیند، وقتی که طرف یک همچین جمله عبارتی از دهانش، از زبانش خارج میشه و در واقع افشا میکنه واقعا چی در این مملکت میگذره، شما ببینید چطور میشود از توی مذاکرات یک چیزی رو در آورد. اما یک فاکتور و عامل عینی هم هست. من به نظرم میاد که در واقع ساسپنشن و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات و در واقع رو هوا بودن برجام و فعالیت‌های هسته ایران بیشترین نفر رو به روزها میرسونه و با توجه به نفوذی که روس‌ها در ایران دارن و با توجه به اینکه در واقع مسئله روسیه
در روابط شرق و غرب، گروه هفت، روابط در واقع غرب با چین، چین با غرب، مهمترین مسئله مسئله روسیه است. من احساس میکنم روس‌ها برجام رو و پروژه هسته ایران رو به عنوان یک آس در هوا نگه داشتن تا ببینن که بحران اوکراین به کجا خواهد رفت. اما هر جا که بره، تا زمانی که دولت روسیه هست و تا زمانی که این آقایون واقعا وابستن، اینها جنگیرن، اینها استخاره میکنن در مذاکره، فهمشون و استدلالشون در این سطحه. تا زمانی که این فرمول هست، من بعید میدونم به جایی برسه مذاکرات. حتی اگر آقایون هم به نتیجه در واقع نظرشون جمع کنن و این مذاکرات به جایی هم برسه، ببینید برجام هیچگاه مطلقا نمیتواند به نتیجه برسد. اون برجامی که 2015 امضا شد، بندهاش یواش یواش داره منقضی میشه. چند سال دیگه ایران میتونه غنی‌سازی زیاد داشته باشه، بعد میتونه حتی بعد از چند سال میتونه پلوتونیوم تصفیه کنه. اگر قرار باشه اون برجام ادامه پیدا میکرد، هر 4-5 سال یه دفعه یکی از این بندهاش و این امتیازات جمهوری اسلامی زمانش منقضی میشد و میتونست فعالیت‌های بیشتری داشته باشه. اون برجام 2015 که کلن رفت هوا، امکان اجرایی نداره. این برجام جدید هم به نظر میرسه که در واقع یک چکنویس بسیار خلوت از برجام قبلیه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توانایی پذیرش همین برجام نیم بند رو هم نخواهد داشت. اگر برجام جدید امضا بشه و در واقع شروط جدیدی که دارن میگن بهش الحاق بشه، من بعید میدونم که جمهوری اسلامی توان هضمش رو داشته باشه. اینها بسیار با هم دیگه درگیرن، بسیار بحران دارن. امضای یک همچین برجامی در این شرایط به نظر من بحرانهاشون رو بسیار شدید میکنه و سرعت میبخشه. فکر میکنم به همین دلیل میشود در حالت ساسپنشن و تعلیق نگه داشت تا یکمی وضعیت اوکراین مشخص بشه. بعید هم میدونم اونجوری که آقای دکتر کنگلو میگن که اصلا اینها انقدر دوراندیشی داشته باشن که بتوان روی سرمایه های نفتی و گازی ایران برنامه ریزی کرد، یا احتمالاً به این فکر کنن که اگر ما تکیه کنیم روی این پروژه ها و سرمایه گذاری غرب رو دعوت به عبارتی دعوت کنیم، ممکنه یک گشایش بسیار جدی ایجاد بشه. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی اصلا ذهنش و تعقلش و منطقش به این سطوح برسه. جمهوری اسلامی پروژه پایان یافته است. ما باید در مراحل پایانی باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خانم رستمی، راجع به منطق صحبت کردی. من داشتم فکر میکردم که بهترین زمانی که جمهوری اسلامی میتونست از این موقعیت استفاده بکنه، زمانی که اروپا واقعا تشنه انرژیه و روسیه هم در این شرایط هست. پس چه بهتر گفته میشه، من اینطور شنیدم یا خوندم جایی همین یکی دو روز گذشته، که گفتن به جمهوری اسلامی، گفتن که ما چاهای شما رو اوورهال میکنیم، تعمیر میکنیم یا هر کاری رو باید بکنیم، کمک میکنیم برای LNG گاز مایع و هر کمکی از دستمون بر بیاد برای تو انجام میدیم، چون کارهایی که بعد انجام بدن بعد برای زمستون امسال آماده بکنن. و خب این کارو که قبول نکردن. بنابراین نکته دیگه هم که گفته میشه این که دستاوردی که خامنه‌ای میخواد نشون بده به مردم، یا حداقل میخواد پوزشو بده، اینی که ما بهتر از زمان روحانی عمل کردیم. یعنی یه چیزی رو بگیره و بعد بگه که اون موقع میخواستن اینو بدن، ما حالا اینو ازشون گرفتیم. و بعد من فکر نمیکنم که اصلا اینطور باشه، ولی سعی میکنن که اون مسیر رو برن. من شخصا فکر میکنم و گفتم، بارها هم گفتم، توی چند مصاحبه دیگه هم گفتم، جمهوری اسلامی یا در حقیقت آقای خامنه ای مستعمره روسیه آقای پوتینه. یعنی هر کاری که اونا میگن ایشون میکنه. ما از زوایای مختلفی که نگاه میکنیم، شواهد مختلفی که نگاه میکنیم، به اون نتیجه میرسیم. پرسش دارم دکتر کنگلو گرامی، بعد چی؟ استپ بعدی چیه؟ قدم بعدی چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که ادامه خواهد داشت، یا اینکه چون آقای گروسی گفته که ما به شما دو سه هفته بیشتر وقت نمیدیم، حالا با در نظر گرفتن اون و مطالبی که الان خودتون گفتین، خانم روستایی گفتن، قدم بعدی چی؟
برای جمهوری اسلامی سیاست خارجیش از این ستون به اون ستون فرجه است. اینها به قدری درک علیلی از دنیای خارج دارن و چون دنیای خارج دنیای دینامیکه، یه دنیای سیاله، یه دنیایی که هر روز داره توش اتفاقات جدیدی میفته که حتی کسانی که متخصصین امور روابط بین الملل در رأس امور وزارت خارجه های کشورهای مدرن دنیا هستن، اونها هم بعضی وقتا از درک اینی که چه اتفاقی قراره در آینده نزدیک، حالا آینده دور که جای خود داره، بیفته علیلن. هیچ کسی نمیتونست باور بکنه که روسیه به این شدت و حدت به اوکراین حمله کنه. به همون ترتیب هیچ کسی نمیتونست فکر کنه که غرب به این شکل جلوی روسیه بایسته. حالا کسانی که به واقعا به واقعیت‌ها اعتقاد دارن، متخصصین رو در رأس امور دارن، این همه مشکلات برای استراتژی ساختن، برای سیاست سازی دارن. وای به حال کسانی که به قول خانم روستایی استخاره میکنن برای اینکه یه تصمیم سیاسی بگیرن. آقای خامنه ای یک توهم قدرت داره. این توهم قدرت نه تنها او رو نابود خواهد کرد، رژیمش رو نابود خواهد کرد، بلکه تفکر سیاسی شو، شاید هم مذهبش رو هم نابود خواهد کرد. حداقل در ایران صدمه بزرگی به مذهب اسلام و اعتبار اون به عنوان اعتقادات خصوصی ملت ایران زده و به تأیید مؤسسه های نظرخواهی ایران الان یکی از سکولارترین کشورهای دنیا شده. شما فقط به همین مسئله فکر بکنین که کسانی، یک عده متولیان مذهب اومدن یک حکومت بونرن رو سرنگون کردن به بهانه های مختلف، به اتهاماتی که به هیچ وجه هیچ کدومش هیچ زمینه واقعی نداشت. اونها رو به نوکر امپریالیسم آمریکا بودن متهم کردن، خودشون نوکر حلقه به گوش امپریالیسم روسیه و چین شدن. اگر حداقل اگر ما اون موقع یک سیستم اقتصادی وابسته به غرب داشتیم، وابسته به پیشرفته ترین روابط تکنولوژیک، علمی و اقتصادی دنیا داشتیم و از قبل رابطه با اونا، همونطوری که دیدیم در 15 سال آخر حکومت پهلوی، بالاترین رشد اقتصادی تاریخ رو در دنیا ما تجربه کردیم. ولی اینا چی؟ اینا اسب خودشون رو، گاری خودشون رو به یک اسب مرده بستن، اسبی که آینده نداره. دنیا نمیتونه، همونطوری که امروز رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتیش در مادرید گفت، دنیا نمیتونه به پوتین اجازه بده که هر کاری دلش میخواد بکنه، برای اینکه بلافاصله بعد از اوکراین نوبت لاتویاس، بعد از لاتویا نوبت استونیاس، بعد از استونیا دیگه خدا میده نوبت کی هست. بنابراین دنیا موظفه، چاره ای نداره جز اینی که بیسته جلوی این. بنابراین اون کسانی رو که آقای خامنه ای به حساب اونا، به پشتوانه اونا میاد اینجوری مذاکره میکنه و از منافع ملی ما میگذره و این به این شکل ما رو با یک موجودیت و بحران موجودیتی روبرو میکنه، اون پشتوانه ها واقعیت نداره. ولی مهم نیست، آمریکایی ها میگن perception of reality is more powerful than the reality itself، یعنی تصور واقعیت، اون تصویری که واقعیت در ذهن شما داره، از خود واقعیتی که جلو چشم شما هست میتونه پرقدرت‌تر باشه. الان دقیقاً آقای خامنه‌ای دوچار این شده، یه تصور واقعیت داره که بر اساس اون تصور واقعیتش که از ایدئولوژیش، از هوشی که نداره، از محاسباتی که فکر میکنه میکنه و از مشاورینش، این تصور واقعیت رو برای این ساختن. اشکال دیکتاتورها جناب افشینجم اینه که به خاطر عدم اعتمادی که به دیگران دارن، به خاطر اینی که فکر میکنن اون چیزی هستن که واقعا نیستن، آنچنان فقط کسانی رو که این تصویر خود از خود رو قوی تر و قوی تر و قوی تر میکنن، اطراف خودشون این همچین آدم های رو جمع میکنن. هرچه بیشتر این خصلت دیکتاتور اطرافش رو توهی از انسان های واقعی و متخصص میکنه و آدم های اطرافشون تبدیل به بله بله قربانگویان و مجیزگویان و انسان‌های توهی از هر نوع شخصیتی و از هر نوع قابلیتی میشن، این آدم توهمش قوی‌تر و قوی‌تر میشه و انفکاک این آدم از واقعیات دنیای خارج بیشتر و بیشتر میشه. و موقعی که همچین انفکاکی ایجاد میشه، خود این دیکتاتور، خود این آدم ایزوله از واقعیت‌ها و جدا از واقعیت‌ها، فکر میکنه که واقعا به قدر قدرتی تبدیل شده، در صورتی که اون مکانیزم دیکتاتورسازی، اون خصلت واقعی دیکتاتورها هست که به او این توهم قدرت میده. منتها آنچنان اطرافش رو خالی از واقعیت کرده
که برای او واقعیت سازی میکنن. در دنیایی که برای آقای خامنه‌ای ساختن، او قابلیت اینی که اروپا و امریکا رو شکست بده هم داره و این واقعا یک تصور خطرناکه. این واقعا کشور ما رو میتونه با یک فاجعه روبرو بکنه، برای اینی که او 40 ساله، حداقل 30 ساله که بر کرسی سلطنت خودش تکیه زده و هر روز و هر لحظه از فرصت‌های طلایی که این فرصت‌هایی که برای ایران پیش میاد، جناب افشین جم، برای هر کشوری هر 100 سال یه بارم پیش نمیاد. دلیل این که برای کشور ما پیش میاد به خاطر موقعیت سوق‌الجشی ماست، به خاطر سرمایه‌های بسیار فراوان طبیعی ما، هم انسانی هم غیر انسانی ماست. منتها آقای خامنه‌ای خبر نداره، اعتقاد نداره به این سرمایه‌ها، سرمایه‌هایی که خودش 10% از بهترین فرزندان ایران رو از ایران خارج کرده، تمام برنده‌های المپیادهای خارجی، تمام متخصصین، تمام کارآفرینان، هر کسی که قابلیت اینو داره که بره خارج از کشور توی کشور دیگه ای از صفر شروع کنه و به این موفقیت‌هایی که ایرانیا دارن برسه، آقای خامنه‌ای اینا رو از ایران بیرون کرده. خب ببین، این آدم تعلق خاطری به منافع ملی ما نداره. تمام هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که این همه آدم بی‌لیاقت در رأس امور باشه. مسئول وزارت خارجه ایران نمیتونه انگلیسی حرف بزنه. آخه شما آدم نمیدونه این درد بره به کی بگه. و این آدما موقعی اطراف خامنه ای میرسن، به خامنه ای حرفای دروغی میزنن، مثل احمدی نژاد که رفت پیش مصباحی میگفت که من توی سازمان ملل که بودم یه حاله نوری دور سرم بود. ببین، این همچین کسایی دارن کشور ما رو اداره میکنن. من از این امامزاده واقعا معجزه نمیبینم. من قابلیتی که اینا بتونن این فرصت ها رو درک بکنن، ازش استفاده بکنن، کشور ما رو نجات بدن، نمیبینم و به نظر من در ادامه راه در بر همون پاشنه خواهد چپید. جناب کنگلو، در سوال بعدی اگر ممکنه چند تا از اون هایلایت هایی که امروز آقای بایدن صحبت کرده بودن برای بینندگان ما بگید. خانم روستای گرامی، اگر مطلبی دارین روی صحبت های آقای دکتر کنگلو بفرمایید. و در ضمن این موضوعی که آقای خامنه ای ممکنه شرط بندی کرده به خاطر وضعیت انرژی که کمبود انرژی که الان در دنیا هست، بنابراین نه اسرائیل و نه آمریکا و نه ائتلاف اونها ممکنه که یک حمله نظامی بکنن، برای اینکه قیمت نفت و بنزین به آسمون خواهد رفت، بنابراین خیالش راحته که هیچ اتفاقی نمیفته. ولی از طرف دیگه وضعیت مردم و معیشت مردم رو در نظر نمیگیرید و اصلا براش مهم نیست که بگیره. من گوینر خدمت رو میدم، شما بفرمایید. ببینید، چند عامل رو برای ارزیابی شرایط فعلی باید بهش توجه داشته باشیم. یکی اینکه صنایع نفت و گاز ایران طی چند سال تحریم آسیب بسیار زیادی دیده. خیلی از چاه ها آسیب دیدن، چاه ها پیر شدن، اکتشاف ها نیمه کاره رها شدن، خیلی از اونها خراب شدن به دلیل که از اندونزی، مالزی، از چین رفتن متخصص و تأسیسات و در واقع ابزار آوردن. کار کردن روی تأسیسات نفتی ایران مثلا عربستان نیست، مثل کویت نیست، همه چیز آسیب دیده. اصلا تأسیسات نفتی ایران احتیاج به یک اوورهال بسیار بسیار جدی، گران قیمت و زمان بر داره. یعنی برای اینکه اون تئوری و اون رؤیا که ایران وصل به جریان انرژی جهانی بشه، یعنی یه ذره پامون رو باید از دنیای رؤیا بگذاریم که اونورتر بگذاریم و وارد واقعیت بشیم، این به این سرعت و به راحتی امکان پذیر نیست. ایران، کشوری به نام ایران، فرصت‌های زیادی رو از دست داده که اگر همین الان بخواد خودش رو ریستارت کنه برگرده، کار بسیار دشواریه. بسیاری از بازارها از بین رفته، بسیاری از تأسیسات از بین رفته، تا اینها بیان کار کنن و در واقع برداشت از منابع گازی و نفتی ایران رو افزایش بدن، خود چند سال طول بکشه. به غیر از این، شما توجه داشته باشید که من بعید میدونم در شرایطی که الان عربستان سعودی at present در شرایط فعلی داره به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل میشه، در حدی که جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا رو نمیده و رئیس جمهور آمریکا التماس میکنه که وارد بازار بشید، ما مشکل نفت داریم.
و داره ناز میکنه آقای محمد بن سلمان. آقای محمد بن سلمانی که بعد از اون آقای قاشقچی دوچار بحران شده بود، اون بحران رو پشت سر گذاشت، مسئلهش رو با ترکیه حل کرد، روابط بسیار گسترده با اسرائیل داره، احتمال اینکه روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته باشه قابل توجه. آمریکا قرار، رئیس جمهور آمریکا قراره بره عربستان سعودی، یعنی فاز و لول عربستان سعودی اینقدر ارتقا پیدا کرده و روابط آنچنان داره بازسازی میشه که فضای زیادی برای یک جمهوری اسلامی فرضی یا یک ایرانی که قرار تغییر سیستماتیک بده، فضای زیادی باقی نمونه. میخوام بگم که خسارت هایی که ما دیدیم شما واقعی و عینی باید ببینید. موقعیت عربستان آنچنان تغییر پیدا کرده که ما حتی اگر آرزو هم بکنیم اینی که جامعه جهانی بیاد و به نفت و گاز ایران نگاه کنه، اینی که باید با تردید بهش نگاه کرد. بحث دیگری که مطرحه و این یک واقعیت و اونی که کشور ایران تحت لوای جمهوری اسلامی به تجربیات و به دانشی رسیده که این دانش خطرناکه، سیستمی که در ایران هست ما تو علوم سیاسی بهش میگیم یک سیستم توتالیتر، یعنی یک رهبری که یک ایدئولوژی، یک رهبر توتالیتر، یک ایدئولوژی سرکوبگر نفهم، دو تبلیغات بسیار وسیع و وحشتناک، سه و چهار آدم هایی که فرد فرد هستن و اینطوری میشه اونها رو اداره. این مجموعه ای از ایرانه که این مجموعه در این حال مسلح به دانش هسته‌ای شده، در این حال به غیر از اینکه توتالیتر هست، فوندامنتالیست هم هست، اسلامگرای خطرناک هست، سوابق خطرناک از خودش باقی گذاشته. اینها به همه کشورهای منطقه موشک شلیک کردن، از تسلیحاتشون استفاده کردن، یعنی پتانسیل های خطرناک دارن. اگر قرار باشه با اینها کنار بیان، بعد این مسئله فوندامنتالیسم، اسلامی فوندامنتالیسم، اسلامگرایی بنیادگرای وحشی خطرناک و دریده رو میخواد در ایران چیکار کنه؟ این موضوع نیست به این سادگی بشه حلش کرد. اگر با ایران توافق کنند و کنار بیان، این توتالیتر وحشی رو میخواد چیکار کنه؟ این عوامل بسیار پیچیده است. اون زمانی که ما، زمانی که پاکستان به بمب اتمی رسیده بود و داشت و در واقع طالبان هم بسیار وحشی بود و خیلی فعال بود، یه مشکلی در پاکستان بود و وزارت خارجه آمریکا تلاش میکرد حل کنه. و اون اینه که بعضی از مراکز اتمی در معرض تهاجم و حمله طالبان و اسلامگرها قرار میگیره که القاعده باهاشون بود. در اسلام آباد یک بار اینها یک مرکز رو اشغال کردن که اون مرکز از قضا مرکز سویچ موشک‌های هسته‌ای پاکستان بود. بعد آمریکایی‌ها متوجه شدن و ازشون خواستن که دستگاه‌هایی رو در اونجا نصب کنن که از شلیک تصادفی یا شلیک غیر قابل کنترل جلوگیری بشه، ولی پاکستانی‌ها زیر بارش نرفتن. ببینید ما الان کشوری هستیم که با همون فرمول وحشت پاکستان تجربیات اتمی داریم، تسلیحاتی داریم که قابل استفاده است یا می‌تواند قابل استفاده بشه، اما نفت و گاز هم داریم. شما این فاکتورها همه رو با هم که نگاه کنید، جمهوری اسلامی و کشور ایران در حال حاضر بیشتر تبدیل به یک علامت سوال بدون پاسخ هست تا اینکه شما فکر کنید که می شود با برجام به یک جایی رسید یا می شود صنایع نفت و گاز ایران رو در واقع به یک جایی رسوند. اگر قرار باشه روی مسائل گاز در ایران فوکوس بشه، شما باید اینو بدونید که در حال حاضر مصرف گاز در ایران اینقدر بالاست، اینقدر غیر قابل استاندارده، اینقدر وحشتناکه که جمهوری اسلامی گازی برای صادرات نداره. ما اینا رو باید بدونیم. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی گاز صادر کنه، مردم تهران باید از سرما بمیرن. مردم تهران الان عادت کردن و مردم شهرهای شمالی، شما نیمه شمالی ایران، عادت دارن بخاری رو تا ته زیاد میکنن، گرم شد بخاری رو کم نمیکنن، پنجره رو باز میکنن. پنجره ها دو جداره نیست، ساختمان ها بسیار بده، استاندارد های انرژی در حد فاجعه عصر حجریه. این مجموعه که شما نگاه کنید، واقعا اینی که آیا ایران میتواند وارد بازار نفت و گاز بشه، این رویایی که باید خوب چکش بخوره، خوب باید ارزیابی بشه. جمهوری اسلامی که ما میگیم که سرزمین سوخت باقی گذاشته، فقط خشکسالی نیست، اینه که همه معادلات برای اون که یک سانتیمه تغییر پیدا کنه، یک ذره تغییر پیدا کنه، هم هزینه های بسیار سنگین رو میطلبه و هم ارزیابی های هولناکه. من اینها رو کنار هم که میگذارم، میبینم که واقعا اوضاع بسیار دشواره. به این راحتی ایران نمیتواند وارد بازار نفت و گاز شود، به دلیل معادلات بین المللی، به دلیل مسائل داخلی، و غرب دوست داره مسئله رو حل کنه، ولی به نظر میرسه مسائل یک جورهای نزدیک به وضعیت لاینحل شده باشه، مگر اینکه این رژیم ریستارت بشه، تبدیل به یک سیستم دیگری بشه.
بله، دو تا نکته کوچک بگم. یکی اینکه راجع به اوورهال چاه‌های نفت و گاز، اینطور که تخمین زده میشه حدود 200 میلیارد دلار هزینه داره و این با حکومت جمهوری اسلامی قابل تعمیر نیست. به عنوان مثال میگم، به شما مطلبی که اشاره کردید در مورد هواپیماهای ایران هم همینطوره. الان نصف بیشتر هواپیماهایی که در ایران هست خابیده و از لوازم یدکی این هواپیماهایی که خابیده شده استفاده میکنن برای هواپیماهایی که الان دارن مصرف میکنن. یعنی اینقدر وضعشون بد شده که به این وضعیت افتادن. مطالبی که جناب علی اشاره کردین به نظر من هیچ چاره نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی و فروپاشی جمهوری اسلامی اگر بخواهیم ما واقعا به اون هدف برسیم، چون تمام مطالبی که گفته شد با جمهوری اسلامی سازگار نیست و انجام نخواهد شد. دکتر کنگلو، خواهش میکنم اون مطالب هایلایتی که هست برای مطالب آقای بایدن خواهش میکنم بفهمید. اگر فرصتی بشه، من میخواستم یه چند کلمه هم راجع به این هیاهوی مربوط به سخنرانی شاهزاده اگر وقت باشه یه چند دقیقه صحبت بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم. به نظر من سخنرانی بایدن در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مادرید که در محل کنفرانس سران ناتو انجام شد، یک سخنرانی نه تنها تاریخی بود بلکه یک سخنرانی تاریخ ساز بود. به چه دلیل؟ البته بذارید دلیل شخصی رو بگم. دلیل شخصی من اینه که خود من از تعجب شاخ در آوردم موقعی که دیدم این حرفا از دهان بایدن بیرون اومد. من انتظار نداشتم که به این سفتی و سختی و اقدامات وسیعی که در این برنامه در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد رو غرب به رهبری آمریکا، و من میدونم که این با پافشاری آمریکا این کار انجام شده. ایشون گفتن که آخرین باری که ناتو یک بیانیه شرح وظیفه برای خود تعیین کرد، میدونی که ناتو مثل هر سازمان دیگه یک اساسنامه داره که در اون شرح وظیفه ناتو میاد که وظیفه ناتو چیه، چه کارهایی رو میتونه بکنه، چه کارهایی رو نمیتونه بکنه. و این اساسنامه از ابتدای تأسیس ناتو در 1959 نوشته شده بوده و هر چند وقت یه بار به مقتضای اتفاقات بزرگی که در تاریخ میفته ناتو شرح وظیفه خودش رو تغییر میده. و ایشون گفت که آخرین باری که ناتو بیانیه شرح وظیفه خود رو تغییر داد 12 سال پیش در همین مادرید بود. در آن زمان ناتو روسیه را به عنوان یک شریک خودش یعنی عنوان کرد و حتی اسمی هم توی بیانیه خودش از چین نیاورد. جهان از اون موقع تا حالا، آقای بایدن گفت، تغییر بسیاری کرده و ناتو هم مجبور تغییراتی به تناسب خودش انجام بده. در این نشست به شرح نوعی که روسیه امنیت اروپا و جهان رو مورد مخاطره قرار داده و نوعی که چین به طور ساختاری نظام قانونمند جهان رو مورد تهدید قرار داده پرداختیم. منظورش اینه که سران ناتو به این دوتا مسئله عمده پرداختن و ناتو دو عضو جدید رو برای عضویت در خودش در سازمان خودش دعوت کرد. فنلاند و سوئد، دو کشور با تاریخ طولانی بیطرفی که خودشون انتخاب کردن که بعد از این همه مدت بیطرفی به ناتو بپیوندن. حالا از این نقطه به بعد اقدامات مشخصی رو آقای بایدن میگه که دولت آمریکا و بقیه اعضای ناتو اینا رو سرش توافق کردن و به تصویب رسوندن و انجامش دادن و به نظر من اینها اقدامات تاریخ سازی هست که 70 سال بود امریکا سعی میکرد کاری کنه که ناتو این کارا رو بکنه و کشورهای ناتو مقاومت میکردن. حالا همشون موافقت کردن که 2% تولید ناخالص ملی را به بودجه دفاعی تخصیص دهند. این واقعا یک انقلابیه در ناتو. آلمان نه تنها از این پس قانون 2% را رعایت می‌کند، بلکه صندوق ویژه‌ای با سرمایه ابتدایی 100 میلیارد دلار به توسعه صنایع نظامی فناوری بالا تخصیص دهد. اسلوواکی، جمهوری چک و هلند هم تعهد دادند بودجه دفاعی را به بالای 2% برسانند. لهستان، رومانی، استونی، لاتویا و لیتوانی تعهد به بیش از 2.5% دادن، بعضی ها تا 3% هم بالا رفتن. به اتفاق هم توانایی های ناتو در همه زمینه ها را از جهش فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهیم کرد. منظورش این بود که در هوا، در زمین، در دریا، فضا و سایبر همگی به محل گسترش فناوری دفاعی سطح بسیار بالا مجهز خواهند شد. قانون ماده 5 اساسنامه ناتو، همون قانونی که
همون ماده‌ای که میگه اگر به یک کشور حمله بشه به همه کشورها حمله خواهد شد، گفت که ما این ماده 5 رو از این بعد به طوری جدی خواهیم گرفت که اگر تجاوزی به یک وجب از خاک ناتو بشه، همه ما از آن دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که یک وجب از خاک ناتو مورد تهاجم قرار بگیره. و گفت که آمریکا به سهم خود همان کاری را خواهد کرد که من در گذشته قول دادم که اگر پوتین به جایی حمله کند خواهیم کرد. منظورش چی بود؟ منظورش این اقدامات بود. این اقدامات هم بسیار مهمه. افزایش توان دفاعی من در اروپا، استقرار کشتی‌های جنگی بیشتر در اسپانیا، استقرار دفاع هوایی پیشرفته در ایتالیا و آلمان، استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته F-35 در انگلستان، و به منظور ارتقاء سطح دفاعمان در جبهه شرقی ناتو، ساخت یک مرکز فرماندهی جدید در لهستان، استقرار یک سپاه آماده رزم در رومانی و اجرای طرح چرخش نیروها (Rotation of Forces) در کشورهای بالتیک. اینها همه اقدامات جدید، اینا اقداماتی هستن که به علاوه بر اون کارهایی که تا حالا ناتو میکرد، از امروز به بعد این کارهای جدید رو هم خواهند کرد، که گفت که این کارها رو ما در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین و به منظور کمک به اوکراین برای پیدا کردن دفاع از خودش انجام خواهیم داد. آمریکا دنیا را برای کمک به اوکراین بسیج خواهد کرد. واقعا این جمله کوبنده ای از دهان بایدن بیرون اومد. متحدان و دوستان ما در سراسر جهان تشریک مساعی عمده‌ای در این راه نمودند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا تعهد 50 کشور را برای پذیرفتن مسئولیت‌های جدید برای یک حمایت جهانی از اوکراین انجام داده است. ما بعد یک تعدادی ارقام برای اقلام نظامی که برای اوکراین فرستادن، گفت ما تا به حال 140 هزار سلاح ضد تانک، 600 تانک، 500 توپخانه مدرن، 600 هزار گلوله توپ و مالتی راکر لانچرا، اون سکوهای پرتاب موشک‌های متعدد پشت سر هم، موشک‌های ضد کشتی، سیستم دفاع هوایی در یک سال گذشته به اعتبار این اقلام 7 میلیارد دلار کمک نظامی تنها به وسیله اوکراین، وسیله امریکا به اوکراین انجام شده و در ماه‌های آینده سیستم‌های دفاعی ضد هوایی فوق پیشرفته را که رادار ضد رادار، موشک‌های جدیدی که بهش میگن های مارس، یعنی های موبیلیتی آرتیلری راکت سیستم، و های مارسی که از این سیستم‌های پرتاب موشک‌های بسیار قویه که میتونه بلافاصله بعد از پرتاب موشک، چون سواری تراک هست، سواری کامیون هست، به سرعت محل خودش رو تغییر بده که از موشک‌های از روسیه در امان بمونه. و به طور کلی برنامه‌ای که امروز آقای بایدن اعلام کرد یک برنامه فوق وسیع هست که اگر من جای پوتین بودم، که مطمئنم در زمانی که بایدن داشته صحبت میکرده پوتین داشته گوش میکرده، اینا رو میشنیدم واقعا لرزه بر اندامم میافتاد که به چش. البته روسا هی تنها چیزی که دارن انجام بدن اینه که به وحشیگری بیشتری در اوکراین متوسل بشن، یه مال غیر نظامی رو در منطقه بکشن و هی یکی بعد از دیگری دنیا رو میترسونن از این که ممکنه لندن رو با موشک هسته‌ای بزنن یا اینجا اونجا رو بزنن. ولی خیلی خوب میدونن که هر چقدر هم که دنیا رو تهدید به سلاح اتمی بکنن، به هیچ وجه سلاح اتمی گزینه روی میز برای اونا نیست، برای اینکه این کار کردن همان و روسیه از صحنه زمین حذف شدن همان. خیلی ممنون. من کاری که دارم که یک جورهای صحبت آقای دکتر کنگر رو می شود ادامه داد. ببینید اتفاقی که افتاده در جنگ اوکراین اینه که همیشه دو تا بلوک شرق و غرب در کنار هم دیگه بودن. قبل از فروپاشی دیوار برلن، اتحاد جماهیر شوروی و در واقع دریایی از تسلیحات و جهان غرب با تسلیحاتی که مدرن‌تر، دقیق‌تر و شمار کمتر اما تیپ‌تر و موثرتر بود. اتفاقی که در جنگ اوکراین افتاده اینه که هواپیماهای جنگنده روسیه اون شهرتی رو که داشتن نه تنها نتوانستن ازش دفاع کنن، بلکه کارایی بسیار بسیار بدی داشتن.
موشک‌های کروز روسیه که قطعاً روس‌ها الان تمام آبروی روسیه به اوکراین دی، اگر اوکراین بتونن جمع کنن روسیه نجات پیدا کنه، و اگر نتونن که روسیه باخته و پوتین هم باخته. موشک‌های کروز روسیه نمیتوانن اهداف رو دقیق پیدا کنن، موشک‌های دوربردشون اشتباه به هدف می‌خورن و تمام تسلیحات و تجهیزاتی که استفاده کردن به هیچ عنوان قابل مقایسه با اون تجهیزات تقریبا دست دوم و سومی که ناتو به اوکراین میده هم نیست. یعنی روس‌ها آخرین تجهیزاتشون استفاده میکنن. آنچه که آمریکایی‌ها جرأت میکنن، آمریکا، آلمان و فرانسه و انگلیس جرأت میکنن به اوکراین میدن، معمولا تسلیحات دست دوم سوم، تسلیحات دست اولشون هم وارد اوکراین نمیکنن. وقتی که روس‌ها از پس تسلیحات دست دوم و سوم ناتو هم بر نمیآید، این حاکی از اینه که معادلات جهانی به نحو غیر منتظری داره تغییر پیدا میکنه. وقتی که شما وضعیت ایران رو هم توی این معادله وارد میکنید، متوجه میشید که ایران، در جمهوری اسلامی ایران، خودش رو آویزان کرده به اسب بازنده‌ای که این اسب دو سه دور پیچید رفت و آمد و نشان داد که این اسب در واقع اسب بازنده است، این اسب بیماره، این اسب پادرد داره، اصلا فلجه. و این در واقع عواقب و عوارض این شرط بندی رو مردم متحمل خواهند شد، عوارض و عواقب قماری رو که آقای علی خامنه‌ای انجام داد و در واقع کشور ایران رو تبدیل به یکی از در واقع کشورهای وابسته به روسیه و پوتین و کاگبه و در واقع مسکو کرد، این عواقبش دامن ایران رو خواهد گرفت. و اینه که ما ابعاد متعددی از فجایعی که در جمهوری اسلامی وجود داره رو مورد ارزیابی قرار میدیم. اما وقتی که صحبت‌های امروز بایدن رو ایران رو در این معادلات جدید قرار میدیم که جمهوری اسلامی کشور ایران رو در چه وضعیتی قرار داده به تبع معادلاتی که بین روسیه و غرب وجود داره، بعد واقعا باید افسرده بشیم که ما بسیار عقب افتاده ایم و بسیار عقب افتاده بنظیم، بازی رو بسیار باختیم و هر آن چه که می کنیم به غیر از این که این سیستم تغییر پیدا کنه و این ما دچار یک رژیم چنج باشیم، هیچ شانس دیگری نداریم، هیچ اتفاقی نمیتواند در ایران نتیجه مثبت داشته باشه. و به غیر از این اگر هر اتفاق دیگری داشته باشه، ما فقط وضعیت فاجعه رو اکستند کردیم و طولانی تر کردیم. بله خانم روستایی، کاملا من با صحبت‌های شما موافقم. لحظات آخری هم که مونده چند کلمه میخواستم بگم، این که من شخصا فکر نمی‌کنم قراردادی امضا بشه برای اینکه پشتوانه این قرارداد، اگه قراردادی امضا بشه، جمهوری اسلامی باید تعهد بکنه که حمله به کشورهای دیگه نکنه، از پهپاداش استفاده نکنه، موشک پرانی نکنه، نیابتیاشو از کشورهای عراق، لبنان و سوریه و یمن بکشه بیرون، کارهای دیگه که حالا با ونزوئلا یا جاهای دیگه انجام میده اونا رو هم قطع بکنه. و بعد نکته آخر اینه که حالا اون پولی هم که میگیره، من این روی سخنم به مردم ایرانه، از اون پولی که از اونا که بلاک شده بخواد بگیره، پولی به مردم ایران نخواهد رسید و مردم ایران باید از الان وضع خودشون رو روشن بکنن. خانم روستایی اشاره کردن و منم تأکید میکنم که باید رژیم چنج بشه به هر صورتی که هست. وضعیتی که الان هست، ما به یک وضعیت خیلی بدتری مثل کره شمالی خواهیم رسید که بعضیا هستن، گفته میشه گزارش هایی که میاد، بعضیا علف میخورن یا علف رو میجوشونن، آبش رو میخورن. یک همچین وضعیتی رو ما داریم، همون شبیه اون چیزی که ما الان بعضی ها رو میبینیم در سطل آشغال غذا برمیدارن میخورن، یه همچین موضوعی هست. یک دقیقه جناب کنکلو برای شما، یک دقیقه هم برای خانم روستایی خواهش میکنم. و ولی میخوام از الان ازتون قول بگیرم که ما این گفتمان رو راجع به مطالب دیگه، راجع به مسائل که راجع به شاهزاده هست صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید. من وقتم رو میدم ایشون کامل کنه، بفهمید. خیلی متشکرم. مولوی میگه که با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید.
آنچه که مردم ایران دارن ازش رنج میبرن واقعا این حرف مولوی تنها هم نیست. ژان پل سارتر هم توی زمان جنگ جهانی دوم گفت که فرانسوی ها هیچ وقت به اندازه‌ای که ما در اشغال آلمان بودیم آزاد نبودیم. این دو جمله رو از ژان پل سارتر و مولوی بذارین کنار هم دیگه، ببینین که این شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده شرایط اعتلاء بعد از مرگ جمهوری اسلامیه. برای اینکه جمهوری اسلامی یک بندی رو از پای ما، یک قل و زنجیری رو از پای ما باز کرد که این مذهبی بود که در کمین قدرت بود. اگر این مذهب در 100 سال پیش به قدرت رسیده بود، الان ما یه جامعه آزادی بودیم مثل جوامع اروپایی. اگر 100 سال دیگه میرسید، ما دیگه از ایران چیزی نمونده بود که بخواد جمهوری اسلامی ازش بگذره یا بهش اجازه گذار به دموکراسی رو بده. بنابراین این شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد، با وجود اینکه خودشون به این شرایط میگن شرایط قدر، خودشون احساس قدر قدرتی میکنن، به قول دوستی که میگفت 16 تا سازمان سرکوب و اطلاعاتی دارن، این از تمام این قرائن برمیاد که جمهوری اسلامی از همه بیشتر احساس ناامنی میکنه. این احساس ناامنی دال بر اینه که نشانه از اون داره که خودشون یه نبض این حرکات جامعه در دست اوناست و میدونن که جامعه به چه شکلی در حال انفجاره. دو روز پیش در روزنامه CNS News، در وبسایت CNS News، آقای کن بلکول نماینده پیشین آمریکا در کمیته جهانی دفاع از حقوق بشر مقاله‌ای نوشته به اسم اینی که عنوان مقاله این هست، اجازه بدید من عنوان مقاله رو دقیق بخونم که نمیخوام اسم کسی رو، میگه که For the Middle East peace, U.S. must ally with the Iranian people. میگه برای رسیدن به صلح در خاورمیانه، آمریکا باید مردم ایران رو باشون اتحاد تشکیل بده. به اتحاد به مردم ایران بپردازه. چیزی که ما ایرانیا مدت‌ها بود میگفتیم، که میگفتیم متحد استراتژیک آمریکا در منطقه مردم ایران هستن. هر چه زودتر آمریکا این متحد استراتژیک خودش رو دریابه، ناگهان از یک توان عظیمی نه تنها برای کمک ایرانیان برای گذار به دموکراسی، بلکه برای حفظ منافع غرب هم خواهد رسید. به نظر من ما در یک مرحله تاریخی رسیدیم به قول مولوی که رنج ما میتونه گنج ما باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی شرایطی ایجاد کرده که الان ما میتونیم ناگهان با پیوستن به غرب معادله توازن قوا بین دول آزاد دنیا، امریکا و اروپا از یک طرف، و دولی که یک قصد و واقعا یک طراحی های مختلفی برای دنیا دارن، از پس این تضاد بر بیایم، تضاد رو به نفع دنیای آزاد حلش بکنیم. و این شرایط ایجاد شده و اگر اینا رو من و شما میفهمیم، بهتون قول میدم که رهبران اروپایی که دور هم دیگه جمع شدن در مادرید هم پشت درهای بسته دقیقا به همین حرفی که ما داریم میزنیم که مردم ایران متحد واقعی دنیای آزاد هستن، بیایید آنها را دریابیم. این برای ما یک فرصت تاریخیه. برای ما که میگم، این بار ملت ایران رو میگم، نه جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. با سپاس از خانم روستایی، دکتر کنگلو، از شما دوستان تشکر میکنم که وقت گذاشتین، تشریف آوردین، مطالبتون رو گفتین. با حضور شما از بینندگان این برنامه خداحافظی میکنم. شما رو به خدا میسپرم. اگر بهش اعتقاد دارین که من شخصا ندارم، فقط برای کلاریفیکیشن میگم، تا نوبت بعدی در خدمتتون خواهم بود. بدرود به شما. بدرود زیاد به شما باشه. خدا به شما. زیباترین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.